اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فی اغتمان بالله ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا فلا نکتم شهادت الله انا اذل من الآثمین فان اثر علی انه استحق اثما فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فی اغتمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدینا انا اذل من الظالمین ذلك ادنا ان یأتوا بالشهادت علی وجهها او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانهم و اتقوا الله و اسمعوا و الله لا یهدی القوم الخاسرین. این آیه مربوط به وصیت و استشهاد حال وصیت است. شأن نزولی که سیوطی در این اسباب نزول نقل کرد با اونچه که مرحوم امینالاسلام در مجموع بیان نقل کردن مختصر تفاوتی دارند، ولی خط اصلی شأن نزول یکی و این است که دو نفر مسیحی به اتفاق یک مسلمان مسافرتی را از مکه به طرف شام شروع کرد. این مسلمان یک جام گرانبهایی داشت، جام نقره‌ای داشت که با طلا تقریبا حد شده بود. این جام قیمتی بود و کالاهای دیگر از قبیل لباس و مانند آن هم داشت و این مسلمان مریض شد و نشانه مرگ را یافت و وصیت کرد و اموال را در اون وصیت نامه نوشت که اون چه که از من مونده است صورت گرفت این اموال و این وصیت نامه و صورت اموال را در لابلای مالش پنهان کرد. بعد این دو همراه مسیحی را وصی خود قرار داد به این معنا که اینها را شما وصی منید، امانت پیش را باشد، به اهلم برست. این مسلمان در همون بیماری میمیرد. اون دو مسیحی اموال او را جستجو میکنن، این جام گرانبها را از اون مال میگیرن، بقیه را به بازماندگان این مسلمان میرسن. اونها در اموال جستجو میکنن، دست نوشته و وصیت نامه پدر خود را، اون مورث خود را میابن. از این دو مسیحی همراه و همسفر سؤال میکنن اون جام گرانبها چه شد، اون جام چه شد. اونا گفتن اموالی که او به ما تحویل داد همین مقدار بود، جام در او نبود. آوردن به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی ورثه و بازماندگان، جریان را به پیغمبر عرض کردن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اون دو مسیحی را اهدا کردن بعد از نماز عصر. اونها هم سوگند یاد کردن که ما تخلف نکردیم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اونها را آزاد گذاشت و رها کرد. بعدها اون جام را بر دست اینها دیدن. ورثه دوباره آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کردن این جام گرانبها در دست اینها و اینها کتمان کردن. بعد دوباره که به محکمه آمدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اونها سوال کرد که چطور جریان جام را نگفتی؟ گفتن این جام را ما در زمان سلامتی او قبل از اینکه او بیمار بشود از او خریدیم و یادمون رفت که گزارش بدیم که ما این جام را از او خریدیم. بازماندگان که مدعی بودن این جام مال اونهاست و به ارث رسیده است و پدرشون نخبو بیانه نداشتن، وقتی بیانه نداشتن سوگند یاد کردن. راه را این چین نشون داد که سوگند یاد کردن یا باید سوگند یاد کنید در این زمینه.
اونگاه می‌فرماید به این که این راه برای حفظ حقوق و حفظ شعون به حدود وصیت بهتر از راه‌های دیگر است. فروع فراوانی را این دعای در مسیر مجموعه خود دارد. این اجمالی از شعر نزول بود. باید خود آیه با سایر آیات بررسی می‌شود، حکم فقهی هم مشخص می‌شود تا تطابق مضمون آیه با شعر نزول هم روشن می‌شود. این آیه از نظر تجزیه و ترکیب ادبی جزء مشکل‌ترین آیات است. آیا مضاف محذوف است؟ آیا خبر محذوف است؟ آیا فعل محذوف است؟ تا بالاخره روشن می‌شود. حالا بار دیگر به این آیه مراجعه فرمایید. فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، به گفتن این مبتداست و خبرش محذوف است، یعنی علیکم شهادت بینکم. بعضی ها خواستن بگوین این شهادت مبتداست، خبرش اسناد، ولی شاید این چین نباشد. علیکم خبرش محذوف و شهادت مبتداست مذکور. علیکم شهادت بینکم، معلوم است که این شهادت مربوط به محکمه یا مربوط به غیر محکمه. اونگاه فرمود ازا حق و احدکم الموتو هین الوصیه، این نشون میدهد که استشهاد هین وصیت هست. این که فرمود ازا حضر احدکم الموت، بعد فرمود هین الوصیه، که این هین الوصیه بدل است برای حضور موت، کنایه از آن است که اگر نشانهای مرگ در شما پیش آمد، نه اینکه واقعا محتضر شدید. و این قید هم قید غالبی است، چون غالبا انسان در اواخر عمر وصیت میکند، وگرنه وصیت نافذ است چه عند حضور موت باشد چه عند عدم حضور موت. منتها فرق این است که اگر کسی نشانهای مرگ را در خود دید، وصیت بر او واجب میشود، البته در جایی که وصیت واجب است، چون وصیت ذاتاً مستحب است. اگر حق اللهی حق الناسی بر عهده کسی نباشد، وصیت شرعاً بر او واجب نیست، جزء مستحبات انسان است. مثل کتب علیکم الصیام، که این صیام هم واجب شما می‌شود هم مستحب، و این کتابت مطلق است. خود وصیت ذاتاً مستحب است. اگر حق الله یا حق الناس در عهده کسی باشد، واجب می شود عند ظهور امارات الموت وصیت کند. و اگر کسی حق الله یا حق الناس بر عهده او نبود، یا اگر بود ادا کرده است، مثلا نمازهای خود را قضا کرده، یا کفارات و بدل حد یا قضای رمضان را ادا کرده، حق الناس یا اگر بر عهده داشت ادا کرده، چون این کسی وصیت شرعا بر او واجب نیست، البته مستحب است. خب چون غالبا وصیت هنگام ظهور موت است و هنگام ظهور امارات موت وصیت بر بعضی افراد واجب می شود، کلمه اذا حضر احدکم الموت یک قید شده است، وگرنه اون چه مهم است حین الوصیه است. پس شهادت بینکم حین الوصیه، خواه اذا حضر احدکم الموت باشد خواه در حال سلامت باشه، عمده هین الوصیت است که بدل است برای اذا حضر احدکم الموت، چون اون چه که نقش محوری دارد هین وصیت است. مطلب دیگر اون است که استشهاد در بعضی از امور برای آن است که بعدها مشکلی پیش نیاید، وگرنه شرط صحت اون امر نیست. مثلا استشهاد در جریان نکاح، استشهاد در جریان بیع و شرا و مانند آن برای آن است که اگر بعدها مشکلی پیش آمد انسان بتواند ثابت بکند. این چیزی نیست که استشهاد حین البیع یا حین النکاح شرط صحت بیع یا نکاح باشد، در حالی که در آخر اواخر سوره مبارکه بقره جریان استشهاد حین البیع آمده است. این برای آن است که بعد مشکلی پیش نیاد. جامعه منظم جامعه است که بتواند اگر اختلاف پیدا کرده است او را اثبات کند. ولی برخلاف استشهاد حین الطلاق ذبی عدل منکم که در باب طلاق آمده است، اون شرط صحت قرار است، البته برابر نص خاصی که دارید. بنابراین اصل استشهاد یک حکم ارشادی است،
شاید رجحان تعبدی هم او را همراهی بکند، برای آن است که مشکلی در منازعات پیش نیاید. شرط صحت این عقدها نیست، نه عقد نکاح مشروط به استشهاد است، نه عقد بیع. و حالی که برای بیع و مانند آن آیه آن نازل شده است که هنگام خرید و فروش استشهاد کنید. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، برای اینکه هم تدل احدام و تذکر احدام الاخرى و مانند. ولی در مسئله طلاق گفتن شرط صحت طلاق حضور عدلین است. بنابراین در جریان وصیت نظیر جریان نکاح و عقد بیع است، نه نظیر جریان طلاق که شرط صحت وصیت این باشد. منتها اگر کسی شاهد نگرفت نمیتواند اثبات کند، نه اینکه وصیت او شرعا باطل است. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، معلوم میشود بحث محوری حین وصیت است، که عند ظهور امارات موت باشد یا نباشد. و به طبق شواهد دیگر این استشهاد برای آن است که در هنگام منازعه مشکلی پیش نیاید، وگرنه شرعا وصیت صحیح است و رو عدلین حضور نداشته باشد. مطلب دیگر آن است که فرمود اسنان، یعنی ولیشهد اسنان یا ولیحضر اسنان ذوی عدل منکم، دو تا عادل از شما، که ظاهر آن است که دو تا عادل از شما امت اسلامی، نه دو تا عادل از بستگان شما. ذوی عدل منکم، این ذوی عدل منکم معلوم می شود که هر کسی در دین خود بالاخره یا عادل است یا فاسق. ممکن است کسی مسیحی باشد در همون مسیحیت فاسق باشد، ممکن است یه مسیحی باشد در مسیحیت عادل، و ها کذا صاحبان ملل دیگر که اهل کتاب است. فرمود اسنان ذوی عدل منکم، یعنی دو تا مسلمان عادل باید شاهد وصیت باشد. او آخران من غیرکم، یا دو تا عادل از غیر شما، یعنی غیر مسلمان. این منکم این چی نیست که به بستگان برگردد، من غیرکم یعنی به اجانب برگردد و هر دو مسلمان باشند، بلکه منظور آن است که دو تا مسلمان عادل یا دو تا عادل و غیر مسلمان. این کلمه او گرچه برای تخییر است نه برای ترتیب و برای تفصیل، بلکه برای تخییر است، اما این که او آخران من غیرکم را مقید کرده است به این انتم ضربتم فی الارض، معلوم می شود که اینها در طول همان در ارض هم. ظاهر ابتدایی این آیه آن است که دو تا عادل، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، اگر شاهد وصیت باشند به این آیه عمل شده است. چون فرمود اسنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، چون با او عطف کرد. ولی از این که مقید کرده این آخران من غیرکم را به این که اگر در حال سفر بودید، نشون میدهد که چون در حال سفر ممکن است دو تا مسلمان عادل انسان را همراهی نکند و انسان در یک شهری سفر کند که مسلمان وجود نداشته باشد، اهل کتاب وجود داشته باشد، از این جهت بود او آخران من غیرکم. پس معلوم بشد گرچه ظاهر او برای ظاهر بدعی او برای تخییر است و ثابت میکند که دو طرف او عدل همان، ولی از اینجا که مقید کرده فرمود این انتم ضربتم فی الارض، معلوم میشود که این در طول همان نه در عرض. مطلب بعدی آن است که این طولیت و نفی عرضیت که از این کلمه این انتم ضربتم فی الارض استفاده میشود، نه برای آن است که سفر دخیل است، اون غیر باز مورد غالب است، چون غالبا انسان در سفر دو تا عادل مسلمان ممکن است نصیبش در شود. وقتی سفر کرده به دیار اهل کتاب، دو تا مسلمان عادل ممکن او را همراهی نکند. پس این غیر باز مورد غالب است. اون چه اساس کار است این است که اگر دو تا مسلمان نداشتی، خواه سفر باشد با حضر، حالا اگر کسی امارات مرگ ظهور کرد
در مدینه بود مثلا در همون سرد اسلام، همسایه های او اهل کتاب بودند و مسلمانی اونجا حضور نداشت که اونها رو به شهادت طلب بکنند. دو تا مسیحی یا دو تا کلیمی یا یک مسیحی و یک کلیمی فرق نمی کند، اینا اگر شهادت حضور داشته باشن کافی است. پس سفر خصوصیت ندارد، بلکه عمده طولی بودن مسئله است. یعنی اگر دو تا مسلمان عادل نبودن، دو تا عادل غیر مسلمان، البته به لحاظ دین ما عادل نیست، در دین خودش باید عادل باشه. مطلب مهم آن است که در این گونه از امور که مسائل مالی است، عمده همون اون عدالت و حفظ امانت است. لذا دو تا آدم امین گرچه مسیحی باشند، بر دو تا مسلمان غیر امین شرعا مقدمند. نفرمود دو تا مسلمان عادل، اگر دو تا مسلمان عادل نداشتید دو تا مسلمان فاسق. فرمود دو تا مسلمان عادل، اگر دو تا مسلمان عادل نداشتید دو تا امین غیر مسلمان. چقدر مسئله امانت مهمه. یک کسی که امین نیست ولو مسلمانم باشد، نمیشود او را شاهد وصیت قرار داد. اینجا که مربوط به احکام و امثال وارد نیست، اینجا یه مسئله مالی عمده، اون کارای اساسی و عنصری به دست همون امانت است. و اگر کسی عادل و امین بود ولو مسلمانم نباشد، شهادت او نافذ است. خب این دین میتواند دین جهانی باشد، هیچ تعصبی در او نیست. بفرماید اگر که ممکن دو تا عادل مسلمان پیدا نکردید، دو تا عادل از غیر مسلمان ها رو میتوانید به عنوان وسیله بیارید. اساس کار در اینجا اینه که این دو تا مسیحی یا دو تا کلمی یا یک کلمی یا یک مسیحی در دین خودشون عادلند. رعایت امانت جزء احکام بین المللی دین الهی. هیچ دین نیامده که مثلا خیانت رو تجویز کرده باشد و امانت رو واجب ندانسته باشد. هیچ دین نیامده. اینها جزء خطوط کلی اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام. در اون شرع و منهاج اختلافی راه پیدا میکنند. حالا مثلا نماز اونها به سمت بیت المقدس میخوندند و میخوانند، ما به سمت کعبه. رکعات نماز ما، کیفیت نماز ما با اونها فرق میکند. اینها شرع و منهاج است، اما اصل عبادت فرقی نمیکند، جزء دین. مسئله رعایت امانت، رعایت عدالت، اینا جزء اسلام و جزء خطوط کلی دینه و همه انبیا حافظ این کار بودن. بنابراین دین چون حامی قسط و عدل است و حامی امانت است، بفرماید اگر دو تا مسلمان عادل بودن مقدم، اگر دو تا مسلمان عادل نبودن، دو تا یهودی یا دو تا مسیحی یا یک یهودی و یک مسیحی امین بودن، اونا رو شما استشهاد کنید. حالا چه شهر چه روستا چه هزر چه سفر، اگر یک کسی در یه محله زندگی میکنه که بعضی از همسایه های او مسلمانه، بعضی از همسایه ها غیر مسلمانه، چنین شخصی اگر اتفاق افتاد، حالتی بود است داد، حالا تصادف یا غیر تصادف، که دیگه مسلمان ها نیستن اونجا، همین همسایه های مسیحی او هستن و مسلمان های فاسق هستن، ولی دو تا همسایه دارد که هر دو عادل هم دو امین هم. در دین خودشون عادل هم، امانت که امر جهومی در دین خودشون عادل هم و در صورت دین خودشون عادل میکنه. خب اینا مقدم هم بر مسلمان فاسق. این نشانه آن است که هیچ تعصبی در اسلام نیست. چنین مکتبی میتواند جهانی باشد. اینا به لحاظ ما اینچین است، این نشرکت زربان عظیم، اما کسی که اهل جهنم است عادل نیست، اما به لحاظ دین ما، اما در دین خودشون عادل هست. یعنی به دستورات دین خودشون عمل میکنن و عمده این است که در جریان مال خائن نیستن. بسیار خوب، اما از این لذا اهل جهنم هم اگر محرف نبود که اهل بهشت بودن. اما چنین کسی که بلو دین او دین محرف هست ولی امین خائن نیست، دروغ نمی گوید. خب اونا که خائنن
اونها را که نفرمود به عنوان شاهد بگیرید، اونها مثل مسلمان های فاسق هست. خب حالا اگر که اون چه در بین اونها امین پیدا نشد موضوع منتفی، ولی اگر امین پیدا شد چون که فرمود من اهل کتاب امتون قائمتون یسمون آیات الله، یا درباره گروهی از نسیه ها فرمود وقتی که آیات الهی بینا تلاوت بشه و ترا اعیون هم تفید من الدمع، هم از نسیه ها تجدید کرد، هم از یهودی های با انصاف تجدید کرد و هرگز اون اقلیتی که در اهل صلاح و صلاح بودن اونها را به جرم اکثریت مردود ندانست. حالا اگر یه حالت اتفاق افتاد، دو تا یهودی امین، دو تا مسیحی امین، یا یک یهودی و یک مسیحی امین بودن، اونا را میشد به عنوان شاهد آورد، ولی دو تا مسلمان خائن را نمیشد به شهادت آورد. بله دیگه، چون امینن دیگر. حالا اگر کسی گفت نه مال مردم، مال مردم هست، نگفت که لیس علینا فی الامیین سبیل، خب اون حرفش مسموم هست. تموز بعضی هستن که شما یه مشک نقره، یک مشک نقره به اونها بدید، اونها خیانت نمی کنند. بعضی هست که یه دینار به اونها بدید، خیانت می کنند. خب اولا بعضی هستن که مال فراوان باشد، خیانت نمی کنند، چه امانت چه غیر امانت. بعضی هستن که مال کم ولو به عنوان امانت شما بسپرید، و این هم من تأمن هم به دینارین، که این تنوینش تنوین تغییره، یه دینار بینا بدید خیانت میکنه. با اینکه مال کم است یک، شما به عنوان امانت بشنسه بودید دو. اما بعضی هستن که نه، یه قنطاری از طلا دست دست اینها باشد ولو امانت هم نباشد خیانت نمیکنه، چه اصد به امانت، چون اونا که نجات پرستن میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، اونا که نجات پرست نیستن هم که حرفی ندارن، اون که نجات پرست است میگوید لیس علینا فی الامیین سبیل، خود را اهل کتاب میدانستن، مشرکین را امیین، و میگفتن چون درس نخونده اید بی فرهنگید و ماننده، بعد میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، این همون نجات پرستی بود. و اگر کسی این چنین نبود شهادت او شرعاً نافذه است. فتحسره که در حال استقرار اگر عمد دائر بشود بین اینکه مسلمان خائن شاهد بشود یا یک مسیحی امین یا یهودی امین، یهودی امین یا مسیحی امین مقدم. و این استشهادن ترتیبی است تذکیری، برای اینکه بود این انتم ضربتم فی الارض که نشانه استقرار است. خطاب چون یا ایها الذین آمنو است دیگر، فمود یا ایها الذین آمنو شهادت بینکم یعنی بین المسلمین، اذا حضر احدکم یعنی مسلمین، زبا عبد منکم یعنی من مسلمین، او آخران من غیرکم یعنی من غیر مسلمین دیگه. چون صدر آیه که خطاب مؤمن است، بینکم احدکم زبا عبد منکم، سه تا ضمیر جمع مذکر سالم است که خطابه که مخاطبینش مسلمین هست، او آخران من غیرکم من غیر مسلمین دیگه. هین الوسیت منظور هین الوسیت هست که بدن است برای حضور موت، یعنی برای اینکه ثابت بکنند که هزار هزار احدکم الموت معیار نیست، معیار وسیت هست. یه وقت از انگام بیماری منتهی به مرگ انسان وصیت میکند عند ظهور امارات الموت، این میشه ظاهر رهدت الموت، چون غالبا اونجا وصیت در اون حال وصیت میشه. یه وقت نه، معیار هین الوصیت ولو قبل ظهور امارات الموت باشد، عمده هین وصیت است. او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض، این هم برابر شأن حضور بود و برابر بر اساس این قید مورد قبول غالب است، وگرنه سفر و حضر هیچ کدوم نه حضر مانع است نه سفر شرط، بلکه معیار این است که اگر دو تا مسلمان عادل حضور نداشتن میتوان شخص میتواند از غیر مسلمان ها به عنوان استشهاد دعوت کند. نه، چون من غیر کم درباره اهل کتاب است. حالا اگر که چه مسئله شهادت را حالا باید سوگند یاد کنن، این به چی سوگند یاد میکنن؟ او به خدای معتقد است، و اگر ملحد بود اصلا به خدا معتقد نبود به کی چیز کنه؟ حالا درباره خصوص مشرکین بحث دیگه است،
الان ملاحظه فرمایید قسم یاد بکنن و مانندون در ذیل آیاسیده. خب این که فرمود این انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یعنی نه اینکه حالا مصیبت موت رسیده است، این مستقبل محقق الوقوع که در از او به ماضی تعبیر شده است، معنیش این است که حالا نشانه های مرگ که ظهور کرد که در آینده نزدیک میمیرید مصحح این تعبیر شد که فاصابت کن مصیبت الموت، نه اینکه واقعا مصیبت موت به شما اصابت کرد و شما مردید. مرده که دیگه رسیت نمی کنه. خب پس دو تا شاهد، اگر چون که محل ریبه نبود، خب این اینها وصیان، وصی در مال، البته این مال را از این متوفا میگیرن به بازماندگان میرسانن، اینا وصیان و کار اونها هم نافذ. اگر بازمونده اطمینان پیدا کرد یا لااقل شک نداشت، گمان خلاف نبود، خب به همین وصیت عمل میشود. یعنی این دو تا مسیحی یا دو تا که یهودی یا یک مسیحی و یک یهودی وصی این شخص نن، این مال را از اونجا میگیرن و طبق وصیت او دستور رو عمل میکنن میدن. اما وصی میتوان باشن، نه ولی، یعنی نمیتوان شرعاً یک کسی که صغیر دارد یک مسیحی یا یک یهودی را وصی خود قرار بدهد که بعد از مرگ او سرپرستی اولاد مسلم را داشته باشند. تو این جعل ولایت است در حقیقت، چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این کار مشروع نیست، وصیت به غیر مشروع هم مشروع نیست. هرگز نمیتوان یک مسلمان نمیتواند غیر مسلمان را سرپرست و قیم بچه های خود قرار بدهد که اونها در حکم مسلمانند. جعل ولایت مشروع نیست، ولی جعل وصیت در حدی که مستلزم ولایت نباشد مشروع است، چون وصیت که مشرع نیست. خب فرمود اگر چنانچه مورد تهمت نبودند، خب با وصیت در امور مالی عمل میکنند. ولایت نیست، یک صرف وصیت است و اونم در محور مال عمل میکنه. ولی اگر مورد اتهام شدن، یعنی بازموندگان اینها را متهم دانستن، اونگاه در اون حال تحبسونهما من بعد صلاته فیقسمان بالله ان ارتبتم. پس چون همه را مشروط است، اگر چون چه بازموندگان این دو مسیح اهل کتاب را، دو مسیحی یا دو یهودی یا یک مسیح یهودی را متهم ندانستن، او برابر وصیت عمل میشه، مال را تحویل میگیرند و اونم میرن. اگر اون را متهم کردن، اینها باید سوگند یاد کنن که ما خلاف نکردیم. تحبسونهما، اینها نگه میدارید من بعد صلات، چون حالا صلات عصر است یا نه، اون تو جریان شأن نزول بود، چون وقتی نماز خونده شد همه حضور دارن. بعد از نماز هم مهمتر از قبل از نماز است، چون دعاها و ادعیه بعد از نماز اثر بیشتری دارد. به انسانی که نماز خونده است یه حالت تنبهی هم در او پدید می آید. لذا گفتن سجاده هاتون ترک نکنید، چیزی از خدا بخواهید و برخیزید، بالاخره قدر بعد از نماز را بدانید. اون دعا بعد از نماز مستجاب. بعد از نماز همه حضور دارند، یک، و حالت بیداری برای همه پدید آمد، این دو، اونگاه این دو نفر رو نگه می‌دارید بعد از نماز، حالا بعد از نماز خودشون، نمازی که خوندن یا بعد از نمازی خودتون که همه حضور دارن. تحبسونهما، این دو نفر را من بعد صلات فیقسمان بالله، اینا به الله سوگند یاد میکنن. این انرتبتم شرطی است که به اون اصل حبس برمیگردد. حبس دو تا شاهد و سوگند این دو تا شاهد وصیت در صورتی است که محل ریبه شما باشن. اگر شک نداشتید که خب اینها آزادن، اگر در بار اینها شک کردید، اینها را بعد از نماز نگه می‌دارن، بازداشت می‌کنن، متوقفشون می‌کنن تا سوگند یاد کنن. چی سوگند یاد کنن؟ فیقسمان بالله، به خدا قسم بخورن که چی؟ که لا نشتری بهی ثمنا، این ثمنا یعنی ذا ثمن، چون انسان ثمن نمی‌خرد. در بعض موارد دیگر هم بشتر و بهی ثمنا قلیلا آمده است، انسان ثمن نمی‌خرد.
به وسیله کارش بیع می کند، به ثمن می گیرد، نه که ثمن بخرد بلکه مسمن می خرد. هم این آیه که دارد لا نشتری بهی ثمنا، هم آیه دیگر دارد که نشترون بهی ثمنا، یعنی یا معنای بیع که اشترا معنی بیع است، مثل بیعث مشترا و بهی انفسه هم، یعنی بیعث ما با و بهی انفسه هم، یا اشترا معنای بیع است، یا ثمن برای مسمن و ذا ثمن. لا نشتری بهی ثمنن یعنی ذا ثمن، لا نشتری بهی مسمنا، یا نشتری به معنای نبی اوست، لا نبی او بهی ثمنا. ما جذب نمی کنیم به وسیله این کارمون پولی را. اینا به خدا سوگند یاد کنند که ما با این کارمون نمی خواهیم خلافی بکنیم، کمی رو زیاد بکنیم، زیادی رو کم بکنیم، هر چی که به ما گفته است عمل میکنیم، همین مقدار هست. لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، یعنی ولو اون شخص از بستگان نزدیک ما باشد، ما خلاف نمیگیم، به سود کسی از بستگانمون دروغ نمیگوییم، چون که به زیان کسی از دشمنان ما هم دروغ نمیگوییم. لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله، نه اون چرا که ما دیدیم کتمان میکنیم، نه برخلاف میگوییم، هر چرا که شاهد بودیم همون را ابلاغ میکنیم. یعنی بگوین این شخص، این وصیت کننده ما را شاهد وصیت خود قرار داد، ما هر چرا که شاهد بودیم میگوییم که او چه وصیت کرده است، به کی چقدر بدید، چقدر مال دارد، مال را کجا مصرف بکنید و مانندون. هر چرا که وصیت کننده در بطن وصیت گفته است و ما شنیده ایم، همون را داریم ابلاغ میکنیم. و اگر ما در برابر این خلاف چیزی بگیریم یا شهادتی را کتمان بکنیم، انا ازل من العاصمین. این مربوط به ظاهر آیه 106 که مربوط به فرع اول است، اما فرع دوم و تتمه جریان که اگر اینا خلاف کردن باید چه کرد، این را آیه 107 بیان میکند. والحمد لله رب العالمین.